بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان محترم. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. درخواست مجلس علمای شیعه هند از نخست وزیر برای مقابله با اوضاع نگران کننده کشور. چگونه هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که خودش مانند انسان فکر کند؟ آزار مذهبی طالبان باعث مهاجرت گسترده اسماعیلیان افغانستان به کشورهای همسایه شد. و کمیته اویغور سوئد به آزار و شکنجه‌های چین در ترکستان شرقی اعتراض کرد. وقت شما بخیر. مجلس علمای شیعه هند با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر ناریندرا مودی از او خواست تا برای مقابله با اوضاع نگران کننده اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان اقدام فوری انجام دهد و به بازگرداندن عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور کمک کند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. مجلس علمای شیعه هند در پی نگرانی‌های فزاینده از وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی خصوصاً مسلمانان نامه‌ای به ناریندرا مودی نخست وزیر هند ارسال کرده و از او خواسته است تا به اوضاع نگران کننده کشور رسیدگی کند. در این نامه به اهمیت تاریخی هند به عنوان نماد تنوع دینی و فکری اشاره شده است. هند همواره کشوری بوده که در آن پیروان ادیان و نژادهای مختلف در صلح و دوستی زندگی می کردند و همزیستی مسالمت‌آمیزی داشتند. اما در سالهای اخیر شاهد افول این ارزش‌ها و افزایش درگیری‌های طایفه‌ای و مذهبی بوده است. این شورا همچنین نگرانی عمیق خود را از افزایش خشونت علیه مسلمانان از جمله پدیده‌هایی مانند قتل‌های دست جمعی و تبعیض در استخدام‌های دولتی ابراز کرده است. علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال شده نسبت به برگزاری مراسم مذهبی مسلمانان از جمله ساخت مساجد و برگزاری نماز در اماکن عمومی موجب نگرانی عمیق علمای شیعه شده است. مجلس علمای شیعه از نخست وزیر مودی خواسته است تا فوراً وارد عمل شود و برای بازگرداندن کشور به مسیر عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز اقدامات لازم را انجام دهد. این شورا هشدار داده است که ادامه روند تبعیض و خشونت می‌تواند وحدت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز در هند را به خطر اندازد. ساعتی پیش با شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو پیرامون این گزارش گفتگوی داشتم و از او پرسیدم با توجه به درخواست مجلس علمای شیعه هند از نخست وزیر ناریندرا مودی به نظر شما آیا دولت هند اقدامات مؤثری برای مهار خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان و شیعیان انجام خواهد داد؟ پاسخ شیخ مصطفی ادیب هندی را با هم ببینیم و بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، این نامه که توسط جمعیت علما به نخست وزیر هندوستان نوشته شده و ارسال شده می تواند یک پیام مثبتی باشد و شاید اقدامات مؤثر از طرف نخست وزیری و دفترشون در این اوضاع که الان در هندوستان رو مشاهده میکنیم که خیلی در نفع اقلیت خصوصا مسلمان ها نیستن، خصوصا در مورد اوقاف که الان دولت میخواد یه لایحه جدید رو در پارلمان اجرا کنه و همینطور در ساخت مساجد و نماز در جاهای عمومی یه مشکلاتی در کل کشور، نه فقط در یک منطقه، نه فقط در کشمیر یا یوپی، در بلکه در کل کشور ما اینجور
موارد را ببینیم، خصوصا موارد کشتن دست جمعی، یعنی یک نفر را مثلا 100 نفر 20 200 نفر بیان بکشن، این خیلی خلاف انسانیت هست، خلاف اصلا همه جور که بشریت هست این اقدام ها، خصوصا در کشور هندوستان که هزاران سال با تفاوت مذاهب و تفاوت های دینی با هم همزیستی داشتن و محبت زندگی کردن. خیلی از این مثال ها داده می شود و داده می شود در مورد همزیستی در ادیان مختلف و مذاهب مختلف در هندوستان، ولی الان یک اوضاع نگران کننده است. لذا این نامه نوشته شده و تقریبا 100 علما درش دستخط دارند و ارسال کردند و دریافت هم شده در دفتر نخست وزیری، این نامه دریافت شده و امید هست که یک جواب مثبتی از طرف نخست وزیر دریافت کنیم. و اصل این است که نه فقط دعوا باشه یا فقط ادعا باشه، بلکه اقدامات مثبت گرفته شود، چون خیلی از کسانی که در خود دولت هستن و وزیر هستن این بیانیه هایی میدن که موجب میشه در خیلی از مناطق اوضاع خراب بشه، به جای اینکه اینها بیان به عنوان مسئول یه بیانیه بدن که بتواند اوضاع را بهتر کنه، این بیانیه گاهی وقتا صادر میشه و منتشر میشه که اوضاع را خراب میکنه. لذا نخست وزیر و فقط نخست وزیر یک مذهب خاص که نیست، نخست وزیر کل هندوستان و کل کسانی که در هندوستان زندگی میکنن هستش. لذا اقلیت‌ها خصوصا مسلمان‌ها هم باید احساس کنن که در امنیت هستن. خصوصا شعار حکومت باجپا این است که ما برای همه می‌خوایم کار کنیم، برای همه پیشرفت کنن، پیشرفت و برای همه پیشرفت، این شعارشون است. لذا روش باید کار بشه، خصوصا در مورد ایجاد شغل برای مسلمان ها یا استخدام مسلمان ها در نهادهای مختلف دولتی یا غیر دولتی، در مدارس در نامه ها زده بشه که اینجور مواردی که برای مسلمان ها پیش میاد نباید بیاد و نخست وزیر باید طبق اون دستوری که دادگاه عالی کشور داده عمل کنن و طبق قانون و طبق فرهنگ هندوستان و تاریخ هندوستان اقدامات مثبتی از طرف نخست وزیری اگر انجام داده شود خیلی انشاءالله به نفع مسلمانان خواهد بود. امید این است که انشاءالله یک جواب مثبتی از این نامه دریافت کنیم و بتوانیم و شاهد خوب شدن اوضاع باشیم. بله، با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمى شیرازی در هند از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه خیریه ام ابی ها از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی اقدام به توزیع بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان یتیم در شهر مقدس کربلا نمود. شایان ذکر است این توزیع که شامل بیش از 800 بسته تحصیلی اعم از کیف و لوازم التحریر برای دانش آموز یتیم می باشد در جشنی که به مناسبت سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد صورت گرفت. مسئولان این خیریه هدف از این اقدام نیکوکارانه را عمل به توصیه های آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در رسیدگی به اوضاع ایتام و نیازمندان دانستند و این اقدام را نشانه همبستگی و حمایت اجتماعی از این قشر آسیب پذیر توصیف کردند. مسئول دارالمصباح الشعائری حوزه علمیه و مرکز پرورش سخنران از افزایش چشمگیر داوطلبان و طلاب در این مؤسسه خبر داد. الرادود محمد السیلاوی مسئول دارالمصباح الشعائری از مراکز وابسته به مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام ضمن تشکر و قدردانی از این مؤسسه از افزایش چشمگیر طلاب و داوطلبان برای یادگیری فنون سخنوری و منبر در این مرکز خبر داد. لازم به ذکر است مرکز دارالمصباح الشعائری بیش از 3 سال است که در راستای آموزش سخنوری و فن بیان برای طلاب و دوستداران اهل منبر کلاس‌های را برگزار می‌کند و فارغ التحصیلان از این کلاس‌ها روانه برپایی منابر حسینی در نقاط مختلف عراق می‌شوند.
جمعیت اسلامی تنوع آمریکا AMDA کار گسترش تأسیسات یک مسجد در شهر استرلینگ هایتس به مساحت 20,000 فوت مربع را آغاز کرد. گفتنی است این طرح شامل توسعه 14,000 فوت مربع برای نمازخانه بانوان و یک سالن ورزشی و کتابخانه اضافه می شود. این طرح که هزینه آن به 5.5 میلیون دلار می رسد با هدف گسترش برنامه ها از جمله برنامه های حفظ قرآن کریم انجام می شود. جمعیت اسلامی تنوع آمریکا در 4 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون دلار برای این طرح جمع‌آوری کرده است. امیدوار است که 3.5 میلیون دلار دیگر برای تکمیل این پروژه در طول 3 سال جمع‌آوری کند. نیروهای امنیتی عراق 9 نفر از اعضای گروه سنی‌های تندروی داعش را در استان صلاح الدین دستگیر کردند. آژانس اطلاعات و تحقیقات دولت فدرال عراق از دستگیری 9 تروریست داعشی در استان صلاح الدین خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده از این آژانس، تروریست های دستگیر شده صراحتاً وابستگی خود به گروه های سنی های تندرو و تروریست داعش و انجام چندین عملیات تروریستی در استان صلاح الدین و حومه آن اعتراف کردند. گفتنی است عناصر باقی مانده ای از گروه سنی های تندروی داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیاله، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. در پی حمله یک مهاجم به افراد حاضر در مسجدی در شهر مونترال کانادا 3 نفر زخمی شدند. در پی حمله یک مهاجم با چاقو به افراد حاضر در مسجدی در شهر مونترال کانادا 3 نفر زخمی شدند. مقامات پلیس از بازداشت مهاجم 24 ساله و انتقال او به دادگاه خبر می‌دهند. گفتنی است مهاجم هنگام اقامه نماز جمعه به نمازگزاران حمله کرده و یکی از مجروحان به بیمارستان انتقال یافته است. شورای ملی مسلمانان کانادا نیز با انتشار اطلاعی از آغاز تحقیقات درباره حمله با چاقو به مسجدی در مونترال خبر داده است. عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی اعزام زائران ایرانی به سوریه متوقف شده است. در حال حاضر هیچ گونه اعزام زائران ایرانی به سوریه به دلیل مسائل امنیتی وجود ندارد. تصمیم به تعلیق مجدد پروازها به مقصد سوریه پس از افزایش تنش و درگیری در غزه و همچنین افزایش حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و سوریه صورت گرفته است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به مهاجران غیرقانونی هشدار داد اگر غیرقانونی وارد ایتالیا شوند به کشورشان بازگردانده خواهند شد. وی روز گذشته با انتشار ویدیویی خطاب به مهاجران غیرقانونی گفت به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید، زیرا آنها از شما پول زیادی میگیرند و شما را سوار قایق‌هایی میکنند که اغلب برای انجام آن سفرها مجهز نیستند. وی در ادامه گفت در هر صورت اگر به صورت غیرقانونی وارد ایتالیا شوید بازداشت و به کشورتان بازگردانده خواهید شد. بیماران به لطف یک ژن درمانی جدید که توسط دانشمندان دانشگاه فلوریدا توسعه یافته است بهبودهایی را در بینایی خود به دست آوردند. گفتنی است این روش درمانی به نابینایان این امکان را می‌دهد که برای اولین بار ستاره‌ها یا دانه‌های برف را ببینند و به طور قابل توجهی بهتر در زندگی روزمره خود حرکت کنند. این روش معجزه آسا به دلیل یک ژن درمانی ایجاد شده توسط دانشمندان دانشگاه فلوریدا ایجاد شد که توانست بینایی را به اکثر بیماران مبتلا به نابینایی نادر و ارثی و مادرزادی نوع آی یا LCA1 در یک آزمایش کوچک بازگرداند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی مشابه انسان‌ها قادر به یادگیری از طریق تفکر و استدلال بدون نیاز به ورودی‌های خارجی است. این روش یادگیری که شامل شبیه‌سازی، توضیح و استدلال است، به هوش مصنوعی این امکان را می‌دهد که مانند انسان‌ها
به اصلاح و توسعه پاسخهای خود بپردازد. این کشف شباهت‌ها و تفاوت‌های اساسی بین هوش طبیعی و مصنوعی را برجسته کرده و پنجره‌ای جدید برای درک عمیق‌تر فرایندهای شناختی انسان و هوش مصنوعی باز می‌کند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی AI می تواند مانند انسان‌ها از طریق تفکر یاد بگیرد. این مطالعه که در تاریخ 18 سپتامبر 2024 در برخی از مجلات معتبر منتشر شده، به بررسی روش‌های یادگیری هوش مصنوعی پرداخته و مشابهت‌ها و تفاوت‌های آن را با فرایندهای شناختی انسان متمایز می‌کند. بر اساس این تحقیق، هوش مصنوعی قادر است بدون ورودی خارجی از طریق توضیح، شبیه‌سازی، تشبیه و استدلال به نتایج جدیدی برسد. تانیل آلامبروزو، نویسنده این مقاله و استاد روانشناسی در دانشگاه پرینستون، به این نکته اشاره می‌کند که هوش مصنوعی می‌تواند خود را اصلاح کند و به نتایج دقیق‌تری برسد که این فرایند یادگیری به طور قابل توجهی مشابه یادگیری انسان هاست. این پژوهش 4 روش یادگیری از طریق تفکر را در انسان‌ها و هوش مصنوعی شناسایی کرده است. برای مثال، هوش مصنوعی می تواند با توضیح یک موضوع پیچیده پاسخهای اولیه خود را اصلاح کند و به نتایج بهتری برسد. این ویژگی به هوش مصنوعی این امکان را می دهد تا به صورت مؤثر و در زمان مورد نیاز دانش جدیدی کسب کند. تانیلا لامبروزو همچنین به چالش‌های تعریف مرزهای بین استدلال، یادگیری و دیگر عملکردهای شناختی اشاره می کند. او معتقد است که این مقایسه بین هوش انسانی و مصنوعی می تواند به ما کمک کند تا شناخت بهتری از فرایندهای ذهنی انسانی و بهبود هوش مصنوعی داشته باشیم. در این مقطع حساس، ما فرصتی برای پرسش‌های جالب و مقایسه‌ای در زمینه هوش مصنوعی داریم. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، وضعیت جامعه اسماعیلیان به شدت وخیم شده است. طی 3 سال اخیر طالبان با توجه به دیدگاه‌های مذهبی و متعصبانه خود علیه مسلمانان غیر حنفی، فشارهای زیادی بر اسماعیلیان وارد کرده‌اند. هیچ اسماعیلی در دولت طالبان پست ارشدی ندارد و در ویدیوهای منتشر شده از سوی طالبان، اعضای این گروه اسماعیلیان را کافر و غیر مسلمان خطاب می کند و از آنها می خواهند که برای تغییر دین شهادتین بگویند. این فشارها و آزارهای مذهبی باعث شده که بسیاری از اسماعیلیان افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان پناه ببرند. شرایط زندگی مهاجران اسماعیلی در پاکستان بسیار دشوار است و آنها از سوی هیچ نهاد بین المللی حمایتی دریافت نمی کنند. یکی از اسماعیلیان که به پاکستان مهاجرت کرده می گوید، پس از سقوط دولت جمهوری، طالبان من را به دلیل اعتقادات مذهبی از کار برکنار کردند. این مهاجران امیدوارند با دریافت ویزا از کشورهای غربی بتوانند زندگی جدیدی را آغاز کنند. با این حال، آنها همچنان در انتظار پذیرش پرونده‌های پناهجویی خود هستند. شکور سامساک، رئیس کمیته اویغور سوئد، به شدت از آزار و شکنجه‌های مستمر اویغورها توسط دولت چین در ترکستان شرقی انتقاد کرد. او در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس به جنایات گسترده‌ای که از سال 1949 تا کنون در این منطقه رخ داده اشاره کرد و گفت چین به طور مستمر نسل کشی را انجام می دهد و میلیون ها اویغور را به قتل می رساند. به گفته او، بیش از 10 میلیون اویغور و دیگر اقوام ترک در اردوگاه ها به شدت تحت شکنجه، اعدام و سوء استفاده قرار گرفتند. او همچنین از روبوده شدن بیش از 1 میلیون کودک اویغور از والدینشان خبر داد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد. شکور سامساک تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده که دولت سوئد به طور رسمی نسل کشی و اشغال ترکستان شرقی توسط چین را به رسمیت بشناسد. وی از تمامی کشورهای جهان خواست تا به این جنایات
واکنش نشان دهند و برای حقوق بشر، آزادی و عدالت اقدام کنند. تعداد پناهجویان در آلمان افزایش بی سابقه ای داشته و به بالاترین میزان خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. در پایان نیمه نخست سال میلادی جاری حدود 3.5 میلیون پناهجو در آلمان زندگی می کردند و این در مقایسه با سال 2023 یک افزایش 60 هزار نفری را نشان می دهد. این آمار همچنین از دهه 1950 بی سابقه است. شنیده ذکر است از میان 3.5 میلیون پناهنده تقریبا 1.8 میلیون اوکراینی می باشد. در همین راستا نانسی ویسر وزیر کشور آلمان در 9 سپتامبر دستور داد تا اقدامات کنترلی موقت در تمامی مرزهای زمینی آلمان ایجاد و محدودیت‌های موجود مهاجرتی در این کشور اعمال شود. گفتنی است که در ماه میلادی گذشته یک شهروند سوری که پیشتر درخواست پناهندگیش مورد پذیرش واقع نشده بود، در حمله با سلاح سرد 3 نفر را کشت و 8 نفر دیگر را مجروح کرد. از آن زمان دولت ائتلافی آلمان تحت فشار فزاینده‌ای برای محدود کردن مهاجرت غیرقانونی قرار گرفته است. 11 سازمان امدادی بین المللی در مورد خطر قحطی و بحران انسانی قریب الوقوع در یمن هشدار دادند. تعدادی از سازمان‌های امدادی بین المللی فعال در یمن ضمن تأکید بر اهمیت حمایت فوری بشردوستانه خواستار نجات میلیون ها یمنی از خطر تشدید قحطی شدند. گفتنی است این خواسته به عنوان بخشی از یک جلسه توجیهی ارائه شده توسط سازمان ها در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و در آن آنها هشدار دادند که بحران انسانی کنونی یمن می تواند به قحطی گسترده منجر شود. این سازمان ها ضمن اشاره به محدودیت و موانع بزرگ در کمک رسانی به این کشور به مسئله سیل و تغییرات آب و هوایی در یمن اشاره کرده و تایید کردند که سیل اخیر بیش از 56 هزار خانواده را در 20 استان تحت تأثیر قرار داده است که منجر به آواره شدن بیش از 1000 خانواده شده است. لازم به ذکر است علی‌رغم درخواست‌های بشردوستانه سازمان ملل برای یمن در سال 2024 تنها 28% از آنچه درخواست شده بود تأمین مالی شده است و 62% از خانواده‌ها در این کشور از کمبود شدید مواد غذایی رنج می‌برند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست مجلس علمای شیعه هند از نخست وزیر برای مقابله با اوضاع نگران کننده کشور. چگونه هوش مصنوعی یاد می‌گیرد که خودش مانند انسان فکر کند؟ آزار مذهبی طالبان باعث مهاجرت گسترده اسماعیلیان افغانستان به کشورهای همسایه شد. کمیته اویغور سوئد به آزار و شکنجه‌های چین در ترکستان شرقی اعتراض کرد. ثبت بالاترین رکورد پناهجو در آلمان و بحران انسانی قریب الوقوع در کشور یمن. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایار و نگهدارتون.